حکایت در تقریر آن که صبر در رنج کار سهلتر از صبر در فراق یار بود. آن یکی زن شوی خود را گفت هی ای مروت را به یک ره کرده تی، هیچ تیمارم نمی داری چرا؟ تا به کی باشم در این خاری چرا؟ گفت شو من نفقه چاره می کنم، گرچه اورم دست و پایی می زنم. نفقه و کسوه است واجب ای سنم، از منت این هر دو هست و نیست کم. آسین پیرهن بنمود زن، بس درشت و پروسخ بد پیرهن. گفت از سختی تنم را می خورد، کس کسی را کسوه زینسان آورد. گفت ای زن یک سوالت می کنم، مرد درویشم همید آمد فنم. مرد درویشم همین آمد فنم، این درشت است و غلیظ و ناپسند. لیک بندیش ای زن اندیشمند، این درشت و زشتر یا خود طلاق، این تو را مکروهتر یا خود فراق. همچنان ای خواجه تشنیع زن، از بلا و فقر و از رنج و مهن. لاشک این ترک هوا تلخیده هست، لیک از تلخی بعد حق به هست. گر جهاد و صوم سخت است و خشن، لیک این بهتر ز بعد ممتحن. رنج کی ماند دمی که ظلمنن، گویدت چونی تو ای رنجور من. ور نگوید کتن آن فهم و فن است، لیک آن ذوق تو پرسش کردن است. آن ملیحان که طبیبان دلند، سوی رنجوران به پرسش مایلند. و از حذر از ننگ و از نامی کنند، چاره‌ای سازند و پیغامی کنند. ورنه در دلشان بود آن مفتکر، نیست معشوقی ز عاشق بی خبر. ای تو جویای نوادر داستان، هم فسانه عشق بازان را بخوان. بس بجوشیدی در این عهد مدید، ترک جوشی هم نگشتی ای قدید. دیده‌ای عمری تو داد و داوری، وانگه از نادیدگان ناشیتری. هر که شاگردیش کرد استاد شد، تو سپستر رفته ای کور لد. خود نبود از والدینت اختبار، هم نبودت عبرت از لیل و نهار.